نشست و گفتگوی وکلای دادگستری کشور هند با علمای دینی شیعه و سنی این کشور برگزار شد به گزارش شیعه این نشست به منظور بررسی لایحه اصلاح قانون شهروندی هند و همچنین اظهار نظر علمای اسلامی درباره این قوانین جدید برگزار شد همچنین در خلال این نشست مسئله آزادی معترضان به این قانون که طی روزهای گذشته از سوی نیروهای حکومتی بازداشت شدند مورد بررسی قرار گرفت حجت الاسلام سید سیف عباس نقوی از نمایندگان و مدیر دفتر مرجعیت شیعه آیت الله العظما سید صادق حسین شیرازی دام الله در هندوستان و دو تن از بزرگان اهل تسنن کشور هند از جمله شرکت کنندگان در این نشست بودند اصلاح قانون شهروندی هند که به تصویب دو مجلس این کشور رسید به مهاجران غیرقانونی هندو بودایی جین مسیحی، زرتشتی و سیک از کشورهای بنگلادش، افغانستان و پاکستان حقوق شهروندی اعطا میکند. این مصوبه حقوق مشابهی را برای مسلمانان در نظر نگرفته که این مطلب اعتراضاتی را در پی داشته است.